از میدانهای نبرد تا عملیاتهای امدادی تو دل بحرانها. غول پرنده آمریکایی CH-53. این هلیکوپتر پرتوان و چندکاره نماد قدرت و اطمینانه که تو سخت‌ترین مأموریت‌ها تونسته موفقیت‌های بی‌نظیری کسب کنه. با ما همراه باشید تا تکنولوژی و طراحی CH-53 بزرگترین و قوی‌ترین هلیکوپتر آمریکا رو بررسی کنیم. سال 1960 نیرودریایی آمریکا دنبال یه جایگزین برای هلیکوپترهای قدیمی HR-2S بود. اونا دنبال هلیکوپتری بودن که بتونه 3600 کیلوگرم بار رو تو برد 190 کیلومتر با سرعت 280 کیلومتر بر ساعت حمل کنه. شرکت بوئینگ طرح شینوک CH-47 به شرکت سیکورسکی طرح CH-53A رو ارائه داد. با وجود اینکه نیرو زمینی آمریکا از شینوک استفاده می‌کرد، ولی نیرو دریایی طرح CH-53A را انتخاب کرد. در طول سالها این هلیکوپتر آپدیت های زیادی داشته که تو این ویدیو معروفترین اونا رو معرفی میکنیم. اولین نمونه یعنی CH-53A سی استالیان خواسته نیرو دریایی رو برآورده کرد. اون میتونه 38 سرباز کاملا مسلح یا 24 برانکارد رو حمل کنه. توانه حمل بار اون 3600 کیلوگرم بار داخلی بود که البته میتونست به جای بار داخلی با یک قلاب 5900 کیلوگرم بار خارجی رو حمل کنه. پشت هلیکوپتر یه رمپ بارگیری برای بارگیری سریع‌تر وجود داره. با وجود اینکه بدنه CH-53A ضد آبه، ولی برای فرود روی آب طراحی نشده. اما با همه اینا تو شرایط اضطراری میتونه روی آب هم فرود بیاد. چون این هلیکوپتر خیلی بزرگه، برای صرفه‌جویی تو فضایی که میگیره دم هلیکوپتر و پرهای اون قابل جمع شدنه. هلیکوپتر 3 عرابه فرود داره که این عرابه ها قابل جمع شدن هستن. روتور اصلی CH-53 6 پره و روتور دمش هم 4 پره داره. مدل 53A 2 موتور توربوشفت مدل T64 6 جنرال الکتریک داره که هر کدوم 2850 اسب بخار قدرت دارند. با بالا رفتن خواسته های نیرو دریایی CH-53D رو نمایی شد. این مدل از موتورهای T64 413 استفاده می کنه که هر کدوم از اونا 3925 اسب بخار قدرت دارند. موتور قوی تر یعنی قدرت حمل بار بیشتر. CH-53D می تونه 55 تا سرباز رو جابجا کنه. یه چیز خیلی جالب در مورد CH-53D و مدل‌های بعدی سیستم بازرسی پره هاست. این سیستم به انگلیسی بهش میگن Blade Inspection Method که به طور خلاصه بهش BIM میگن. تو این سیستم فضای داخلی پره های هلیکوپتر دائما تحت فشار گاز نیتروژن قرار داره. حالا اگه توی پره یه دور شکستگی یا حتی یه ترک ریز هم باشه، باعث میشه که گاز نیتروژن از اونجا نشت کنه و فشار گاز نیتروژن کم بشه. این اتفاق باعث میشه که یه نشانگر قرمز که تو نوک پره قرار داره روشن بشه و خدمه متوجه بشن که این پره خاص مشکل داره. تو مدلای بعدی سیستم BIM به یه نمایشگر تو کابین وصله که هر لحظه برای هر کدوم از پره ها مشکلی پیش بیاد خلبان متوجه میشه. مدل های CH-53D به بعد قابلیت جمع شدن پره ها به صورت اتوماتیک دارن. CH-53D یه آپدیت به اسم RH-53D داره که مجهز به تیرباره و قابلیت سوختگیری هوایی هم داره. تو دهه 1970 میلادی شاهنشاهی ایران 6 فروند RH-53D رو خریداری کرد. 5 فروند دیگه هم تو جریان عملیات پنجه عقاب به دست ایران افتاد. خب بریم سراغ 2 تا نمونه اصلی CH-53. فقط قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. یکی از معروفترین مدل‌های CH-53 مدل CH-53E سوپر استالیانه که سال 1974 رونمایی شد. این مدل 7 پره داره
که از جنس ترکیب تیتانیوم و فایبرگلاس هستند. قسمت جالبش اینه که سوپر استالیون 3 تا موتور داره. 3 تا موتور توربوشافت مدل T64 GE416 که هر کدوم 4380 اسب بخار قدرت دارن. با این موتورهای قدرتمند سوپر استالیون میتونه وزن داخلی 14 تن و 515 کیلوگرم یا وزن خارجی 16 تن و 329 کیلوگرم را حمل کنه. جالبه که وزن خود هلیکوپتر 15 تن و 71 کیلوگرمه. یعنی بیشتر از وزن خودش میتونه بار جابجا کنه. این هلیکوپتر میتونه 58 تا سرباز رو تو خودش جا بده. ولی تو حالتی که از صندلی‌های مقاوم در برابر ضربه استفاده میکنه، میتونه 31 سرباز رو جابجا کنه. بیشترین سرعت سوپر استالیون 310 کیلومتر بر ساعت و برد اونم 1000 کیلومتره. هلیکوپتر 5 تا خدمه داره که شامل 2 تا خلبان میشه و 3 تا تیربارچی. 2 تا تیربار دو طرف هلیکوپتر و یکی هم روی رمپ عقب هلیکوپتر قرار داره. این قسمت که از دماغه هلیکوپتر زده بیرون برای سوختگیری هواییه. بله، درست شنیدید. سوپر استالیون قابلیت سوختگیری هوایی هم داره و این یکی از جالبترین قابلیت ها اونم برای یه هلیکوپتره. سوپر استالیون برای مقابله با موشک ها قابلیت پخش شراره هم داره. این MH53E معروف سی دراگونه که به فارسی میشه اژدهای دریا. سی دراگون در واقع همون سوپر استالیونه که یه سری تغییرات توش دادن و از اون برای عملیات ضد مین و مین روبی استفاده میکنن. علاوه بر تفاوت کاربری این دوتا، سی دراگون با توجه به نوع کاربری که داره دارای مخازن سوخت بزرگتر و در کل ظرفیت سوخت بیشتریه. اگرچه سوپر استالیون یه بالگرد خیلی قوی بود، اما هر چیزی یه تاریخ انقضا داره. سوپر استالیون تو دهه 2010 حدود 30 سال بود که تو سرویس بود و کم کم قطعات و بدنه اونا به پایان عمر مفید خودشون رسیده بود که این باعث صرف هزینه و زمان زیادی برای سرپا نگه داشتن اونا می شد. یه مشکل دیگه یه سوپر استالیون این بود که گاز خروجی از موتور یا همون اگزاست دوباره وارد موتور می شد که این باعث افزایش دمای موتور و کاهش کارایی اون می شد. همه این موارد و وقوع چند حادثه برای CH53E باعث شد که از سال 2015 نسل جدید CH53 به اسم CH53K معروف به کینگ استالیون پا به میدان بذاره. کینگ استالیون مجهز به موتورهای توربوشافت جدید مدل T408 جنرال الکتریکه که هر کدوم از اونا 7500 اسب بخار قدرت دارن. این موتورها باعث شدن که بیشترین سرعت CH53K به 370 کیلومتر بر ساعت برسه. قدرت حمل بار داخلی اون 15 تن و 876 کیلوگرمه و قدرت باربری خارجی اونم 16 تن و 329 کیلوگرمه. کینگ استالیون اگرچه از لحاظ حمل بار تفاوت زیادی با سوپر استالیون نداره، اما باید در نظر بگیریم که وزن خود هلیکوپتر 19 تن و 903 کیلوگرمه، یعنی حدود 5 تن سنگین‌تر از مدل قبلیه. و البته بهبود موتورای اون و تغییر جنس تیغه‌ها باعث شده که تو شرایط آب و هوایی گرم و همچنین ارتفاع بالا نسبت به سوپر استالیون عملکرد بهتری داشته باشه. تیغه‌های روتور هم از جنس کامپوزیت هستن. CH53K مجهز به یک کابین دیجیتال با نمایشگرهای جدیده. این مانوری که میبینید انجامش حتی برای خلبانای حرفه‌ای هم خیلی سخته. حالتی که هلیکوپتر 360 درجه به دور خودش میچرخه و همزمان رو به جلو هم حرکت میکنه. اما خلبان کینگ استالیون به راحتی داره این مانور رو انجام میده. این قدرت کنترل بالا به لطف سیستم فلای بای وایره که تو کینگ استالیون به کار رفته. در مورد فلای بای وایر تو ویدیو بمب افکن B2 کاملا توضیح دادیم. ولی به طور خلاصه به این شکله که بیشتر فرمانهای هدایت و کنترل پرنده رو کامپیوترها انجام میدن که این باعث تعادل زیاد بالگرد میشه و
مثلا این حادثه رو ببینید که به دلیل عدم تعادل پیش اومد. بالگرد مجهز به سیستم نظارت بر سلامت HUMS که به طور دائم اجزای مختلف هلیکوپتر رو بررسی میکنه و هر مشکلی که تو قطعات پیش بیاد خیلی زود اطلاع میده. قیمت هر فرور کینگ استالیان با توجه به آپشن‌ها و امکاناتی که داره بین 90 تا 130 میلیون دلاره.